د هرات زلزله څه ډول وه، د مرستې رسونې لړۍ هغلته څه ډول وه، اوس مهال هغلته وضعیت څنګه ده؟ د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی رحمت الله حسن صاحب میلمه ده. حسن صاحب سلام به شما، بسیار خوش آمدید به برنامه. در نخست میخوایم بپرسم که زلزله هرات و آمار قربانیان در ولایت هرات چگونه ارزیابی میکنین؟ سلام به شما مردم نظیر افغانستان. با تاسف زلزله هرات یکی از ناگوارترین زلزله ها در تاریخ هرات ثبت شد. مردم مظلوم هرات بسیار از این لحظه فعلا از این ساحل رنگ میبرند. هرات مرکز تمدن ماست. هرات یکی از شهرهای تاریخی است که دنیا سرش افتخار میکنند. بدبختانه در این شرایط اساس تاریخی این زلزله پیش آمده، هیچ کس این را پیشگیری کرده نمیتونه. یک واقعه است. بله. این زلزله بود. با عظمتی که داشت بود، یک زلزله شد، 50,000 نفر تلفات دید. و زلزله افغانستان بدبختی است که به خانه ها، خانه های خامه بود و بسیار زود قریجات تخریب شد. خیلی زایات درست بود. هموطنهای ما در تمام دنیا دست به کار شدن برای مردم نجیب و مهربان هرات همکاری بکنن. ما هم در سویدن اسم کار شدیم، از دوستا و خیشا و اقارب پول جمع کردیم تا با مردم هرات همکاری و کمک کنیم. بخاطر هر افغان در هر گوشه دنیا کس، چی در داخل بوده چی در خارج، همکاری همه جانبه بکنن. دست مظلوم هرات و هموطنهای ما که در این وقت سخت ضرورت و کمک دارن باید همکاری بکنن. و کشورهای همسایه را که میبینیم، ازبکستان، تاجیکستان، ایران و کل کشورهای همسایه هم حرکت کردن، کاروانه های خود را به طرف ایران روان کردن. تنها گیله ما از یک کشور بزرگ با عظمتی که خیلی همسایه ما بس چین است. چین با این سرمایه و با این کارهای بزرگش $100,000 کمک کرد. واقعا چین از چین قابل گیله است که چطور یک کشور با این بزرگی خود وقتی که مواد خام ما را میبینه از دور میره و به خاطر دست میسه برای کمک های بشر دوستانه از کشورهای بسیار ممسک دنیاش. معلوم شد که چینایی ها کمکش هم بسیار کم است. بنابراین خود مردم افغانستان، خود تاجرای افغانستان، خود جوان های افغانستان در تمام دنیا کمک جمع بکنن برای مردم ایران ارسال بکنن. مردم ایران در این شرایط سخت به کمک ضرورت دارن. دوست آقای حسن، اگر بیرون از مرز نرویم در داخل افغانستان، در برخی زیاد از ولایت ها شاید شما هم در صفحات اجتماعی نگاه کرده باشین که بسیاری از جوانان صندوق های خیریه را باز کردن و هر فرد 10 افغانی، 5 افغانی، 20 افغانی کمک کردن و حداقل حتی در ولایت خوست 23 لک افغانی و قندهار، بدخشان، البته ننگرهار و سایر ولایت ها همه به یک صدا، نه تاجک بود، نه ازبک بود، نه پشتون بود، به نام افغان بود، همگی یک کمک ارائه کرد. این همصدایی پیامی چی میده؟ ببینید، مردم افغانستان همدل و همنوا اتفاق دارن. تنها روشن فکرهای متعصب در سطح رهبری جامعه چی قبلن قرار داشتن چی امروز هم قرار داده، این تعصبات قومی را با تعصب از وجود از اوها نشعه میکنن، نشخار میکنن. در غیر صورت مردم افغانستان بین خود هیچ نوع تعصب ندارن. ازبک، تاجیک، هزاره همه برادر هستن، افغان هستن، در یک کشور زندگی میکنن. دردشان مشترک است، شادیشان مشترک است، همه چیز از یا مشترک است. بنام از جوانهای که در سطح مملکت قرار دارن در هر نقاط افغانستان است، از جان خواهش میکنه به صفت یک کسی که یک تجربه 4 سال زیاده داره، این نوع بازی ها فریب نخورید. وطن مشترک، بیرق مشترک، کشور مشترک داریم. به خاطر وطن و مردم خود همیشه تلاش کنیم که اتحاد اتفاق کنیم. در این شرایط سخت باید همگی کمک خود را هیچ دریغ نکنند در برابر مردم ایران. یک هم بستگی را نشان میده. یک اصلی افغان بودن را دینه میگه نیفته است که افغان ها با هم برادر هستند، با هم نزدیک هستند، هیچ مشکلی ندارند. تا
تنها متعصبین مشکل دارن، افغان ها بین خود هیچ مشکل ندارن، از هر قوم باشه ببینید تنها ما کشور ما نیست، از قومیت های مختلف تشکیل شده، همسایه های ما کشورهای جهان از قومیت های مختلف تشکیل شده، این را باید مثل یک باغی که گل های مختلف داره از این استفاده کنیم، نه مثل که خار وری در جان یکی دیگه بچسبیم. هم نوایی، هم فکری، هم صدایی در افغانستان امروز بسیار ارزش داره، از جدا بودن تحقیر یکی دیگر، توهین یکی دیگر، بنان هم صدا باشیم و هم فکر باید باشیم. درست. آقای حسن، شما هم یک از کسای جامعه هستین که در افغانستان در بخش در باد نظامی یک تجربه بسیار بزرگ را دارین. اگر یک نگاه داشته باشیم به وزارت دفاع ملی کشور، در حدود نیم ساعت طول سالی زندجان ولایت هرات هلیکوپترها و سایر مهمات که نیاز بود رساندن، این عمل و این کار امارت اسلامی بالخصوص از وزارت دفاع کشور فکر میکنه چی گونه بود؟ ببینید وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت امنیت، تمام وزارت ها مربوط ملت افغانستان است، مربوط ملت افغان است، باید در خدمت مردم خود باشد، در خدمت جامعه خود باشد. از این عمل سریع که یا انجام دادن، مواد رساندن، کمک رساندن، واقعا قابل قدر است. ولی ما در یک حدود عربی که زندگی میکنیم، در این شرایط اساسی که کشورهای منطقه و کشورهای جهان با ما مراودت های زیاد ندارند، خود ما در داخل، در جامعه داخل خود تلاش کنیم به هموطنهای خود رسیدگی بکنیم، منتظر از این نباشیم کسای دیگه کمک بکنن. عالی، شرایط طوری آمده که ما خود با دفاع خود استاد شیم. یه حرکت هایی که در افغانستان در حال حرکت است، در حال جنبیدن است، یه حرکت ها آینده درخشان افغانستان را نشان میده. ببینید یعنی کانال خوشتیپه اگر این پروژه با موفقیت با پایان برسه، افغانستان هیچ ضرورت دیگه مواد خوراکی از کشورهای همسایه نداره صادر بکنه. مثل از این کانال کوکچن هم طرف تخار قندوز باید امکانات بودن و کانال های جلال آباد هم امکانات شد دور کن. یعنی بندهای آب ها، مثلا افغانستان دارای آب وافر است به خاطر حل مشکلات زراعتی و خود مواد خوراکی خود در افغانستان دارنده تامین کرده بتواند مردم ما از این دستبینی، از این کوچکبینی که دیگرها برای ما پول خیرات رای میکنه، از این خلاص شیم، یک ملت سرفراز با افتخار مثل به قطار کشورهای دیگر باید قرار بگیریم. بنام اتحاد اتفاق شرط اساسی ماست. امارات اسلامی متوجه باشد اگر در این شرایط با مردم خود مدارا نکنیم، با مردم خود همکاری نکنیم، تاریخ قضاوت میکنه مثل که برای کسای دیگر قضاوت کردن. تمام تلاش دارمی باشد با مردم خود همکار باشین، با مردم خود همفکر باشین و مشکلاتی را که برای مردم در حال ایجاد کردن است از یا منصرف شوین، اجازه بدین که مردم یک نفس راحت بعد از 50 سال جنگ یک نفس راحت بکشن، آزاد باشن، سفر بکنن، زندگی بکنن، جد جد تلاش بسیار جدی بکنن تا افغانستان آرام رفع شود. و از تاجرهای افغانستان چی در ایران، چی در پاکستان، چی در ترکیه و در چی روسیه هستن، تقاضا داریم تمام سرمایه های خود انتقال بدیم به خاطر آبادی وطن خود. و امارات اسلامی هم شرایط آماده بسازند تاجرها و افغانهایی که در دنیا پول کافی دارند برای آبادی وطن خود علاقه و عشق دارند، بنان شرایط را طور آماده بسازند با تمام امکانات از ما را پذیرایی کنید و بیارن سرمایه گذاری بکنند. خصوصا یک پول و زیاد ما در پاکستان، در ایران بر مؤسسات تولیدی اونجا چالان است، باید ما او را انتقال بکنیم در داخل افغانستان. درست. آقای حسن، اگر بعد خارجی شما یک نگاه داشته باشیم نسبتا به دیگر کشورها که ما خوب بر اساس گزارش ها که ما از طریق رسانه ها خبر شدیم، جایی که مثلا یک زلزله در ترکیه به وقوع پیوست که برخی زیاد از کشورها و سازمان ها به آنجا رفتند و کمک های خیلی گزاف صورت گرفت، اما نسبتا به افغانستان بسیار زیاد بود، افغانستان بسیار کمرنگ بود. فکر میکنید علت ها چیست؟ چرا به افغانستان کمک های جهانی در وضعیت خیلی شرایط دشوار کمرنگ بود؟ ببینید ما یک مشکلات جدی را در طی 20 سال یک جنگ تباکونه با امریکایی ها داشتیم، با ناتو داشتیم. اون کشورها
از این در جنگ در افغانستان شکست خوردن، رفتن. آمریکایی ها تماما تلاش خود را، کوشش خود را می کنند که ملت افغانستان، مردم افغانستان در یک وضعیت بد قرار بدن، کمک های خود را نکنند. شما امروز در جنگ غزه و اسرائیل ببینید با تمام توان آمریکایی ها میلیاردها دلار خود را برای اسرائیل ها کمک میکنند، مردم مظلوم غزه را از هوا و زمین چنان کشتار میکنند که مثل یک قصابی بودن باشند. با اون منافع خودش است. مردم افغانستان در برابر از یا قرار گرفت، این توقع و کمک از یا باید نداشته باشید. برای جامعه افغانستان یا شرایط اساس تاریخی است که با بازی خود استاد شیم، با نان خود استاد شیم، با حرکت های داخلی جامعه خود استاد باشیم. فکر نکنیم که دیگران برای ما اونقدر وافر کمک بکنند که به خاطر از اینکه مشکلات جدی را تا هنوز امرای ما دارن. سوال من این بود که در ولایت هرات ولسوالی زندجان از 13 قریه تا 15 قریه خانه ها به شکل کلی از بین رفت است. در شرایط کنونی فکر میکنید از کدام نهادها وظیفه بر کدام نهادها میتونید که حداقل بتوانند خیبه ها، البته خانه ها دوباره ایجاد کنند؟ و در حال حاضر نیاز برای چی است در آنجا؟ فکر میکنید که از یک طرف خدمات صحی، از دیگر طرف کمک های بشری و اولیه، و از دیگر طرف نبود خانه ها؟ ببینید برای اولین بار رسیدگی بر زخمی ها و مشکلات اولیت وجود دار در این رسیدگی کنند. بار دوم ببینید یک متخصص بسیار خوب یک روز در تلویزیون ها پروگرام های شما ثبت کرد در 2000 دلار یک خانه پختکاری بسیار منظم بر یک فامیل جور و تیار کرده توزیع میکنند. این همه متخصصین فداکار را پیدا کنیم و بسیار مقدار کم پول میتونه بر تمام نمو منطقه خانه های پخته اساسی بسازن که در برابر آینده زلزله مقاومت داشته باشه. و این خانه های گلی و این خانه هایی که در افغانستان در 50-60 سال ساخته شده، این خانه ها در برابر زلزله این نوع مقاومت نداره. باید مقاومت سنجی بکنن و در برابر زلزله و این خانه ها را برای مردم از اون منطقه باید جور کنند، توضیح کنند. امارات اسلامی نشان بده که دولتداری میکنه، امارات اسلامی نشان بده که با مردم خدمت میکنه. یکی از وظایف اساسی امارات اسلامی دینمون تو یک شرایط اساس خود نشان بده، بر مردم خود هم کار بکنه، خانه بسازه که مردم بفهمه که این واقعا این دولت دولت ما، سیستم ما در خدمت ما قرار داره. بسیار بصری وقت امکانات وجود داره که افغانستان خانه ها را در اون منطقه آباد کنند، برای مردم توضیح کنند. یکی از امتیازهای خوبی را میگیرند که برای مردم رسیدگی کرده میتونند. بنابراین امارات اسلامی با تمام توان دست به کار شود، این مشکل را باید حل بکنند. بله آقای حسن، در داخل کشور برخی زیاد از بازیکنان البته ورزشی و دوما تجارای افغان و از سایر کشورها هم کمک ها رسیدند. برای توزیع کمک و مدیریت و اقدامات کنونی، یعنی در شرایط فعلی، یعنی به شکل حالت استراریست، فکر میکنید چی باید کرد؟ از کدام میکانیزم و از چی نوع میکانیزم باید استفاده کرد؟ ببینید آدم های عادل، آدم های وطن پرست، آدم هایی که از خدا بترسن، یعنی با ایمان داشته باشه با خدا، از خدا بترسن، اونمو پول ناچیزی را که برای مردم از این منطقه رساندنش، توزیع کردنش عادلانه باشد. اینطور نباشد رژیم های قبلی وارد در دست یک چپاولگر، یک دوست برسه که برای مردم نرسد. بنابراین این بخش مطلقا باید کنترل شود، توزیع عادلانه باشد. گرچه در تمام دنیا امروز افغان ها شبکه های جور کردن برای جمع کردن پول، در غرب هم یک گروه های مفتخور و توزیعگر که به خاطر زلزله پول جمع میکنند در جیب خود میزنه ایجاد شده. و این باید افغان هایی که پول میتن، پول میپردازن، چی در داخل چی در خارج، در این نقطه بسیار زیاد متوجه باشن که آدم های استفاده جور، دزد رهزن، از این پول مردم مظلوم هرات سوء استفاده نکنند.
درست. آقای حسن، یک موضوع دیگر که میخوایم اشاره داشته باشم ایسته که در 20 سال گذشته شما هم قبلا اشاره داشتین که در 2 دهه گذشته به میلیاردها دلار سرازیر شدن در افغانستان، ولی ولسوالی زندجان و 13 قریه که از بین رفته است ما در صفحات اجتماعی دیدیم دمی جایی که قریه هاست حتی یک درخت وجود نداره، سرک ها خام است، نبود کلینیک ها و نبود مکاتب با... یعنی از سر نگاه بدور نگه داشته شده نگه بوده. یک موضوع، موضوع دومی در ولایت های بدخشان و سایر ولایت ها که ما رفتیم و گشتیم این قسم قریه ها خیلی زیادی وجود داره، نیاز حالا برای چی هست؟ چی باید کرد حداقل برای ولسوالی هایی که دوردست هستند خدمات رسانی شود؟ ببینید دونمو هرات اسماعیل خان 30 سال 40 سال حاکمیت داشت و خانه اسماعیل خان را ببینید، قصر اسماعیل خان را ببینید و دزده های دیگر مثل اسماعیل خان قصر و خانه هایش را ببینید و مردم فقیر زندجان را ببینید. یه ها انسان های دوست بودن، رعزت بودن، از دین خدا قرآن هیچ خبری نبودن که روزی میرسه که تو را محکمه خواهد شوی که وجدانش از یا وجدان درست نبودن. هم مثل در بدخشان شما برین دزدای بدخشان در کابل در بدخشان قصرها دارن، اون مردم مظلومی که خانه های گلی دارن بر ازا هیچ رسیدگی نکدن. فعلا اگر امارات اسلامی میخواهد یک پروژه وسیع ساختمانی را در سطح افغانستان خانه هایی که گلی است در برابر زلزله و زندگی مردم بسیار نابودی از این بسیار سریع است، باید دست به کار شوند یک پروژه وسیع را در افغانستان روی دست بگیرن. یعنی وضعیت خانه ها را مطلقا تغییر بدن. مثال برتان میتونم، در ازبکستان هم یک بخش عمده ایش به خانه های سانه های سابقه فرسوده کنه بود، رئیس جمهور جدیدش اینمی پروژه وسیع را رو به کار شد بر مردم خانه های مدرن خرد مدرن بسیار قابل قبول برای جامعه ساختن و مردم ازبکستان امروز اکثریتش صاحب خانه های مدل شدن. ما نمیتونیم، ما افغانه ها میتونیم، کارگر داریم، پلان داریم، امکانات داریم، ما کوههای سمنت داریم. افغانستان باید سمنت خود مثل که تاجیکستان ازبکستان جور کرده سمنت خود جور بکنن، چینایی ها برشان جور کنن، یک صادرکننده سمنت از مواد آهنی داریم. اگر دولت دلسوز باشه، دولتی که بر مردم خود دلش بسوزه، علاقه بر مردم خود داشته باشه، این کارها بسیار آسان است، ساده است، دست دوزها را کوتاه بکنن، برای آبادی وطن خود سر آفا میتونن کار بکنن. کار بسیار زیاد است در افغانستان، اگر کسی وطن خود دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه، کار بکنه. در غیر صورت برای دوزها موقعیت میسر میشه، در هر شرایط با دوزها دست بالا دارن. آقای حسن، اندک فرصت دارم دیگر هم که یک راهنمود شما را داشته باشیم، بایست یک آگاه مسائل نظامی و بر جغرافیای افغانستان که بلدیت دارین و وظایف را انجام دادین. فکر میکنید وظایف از نهادهای بین المللی، سازمان ها که به سطح جهان در ردیف اول قرار دارن چی است؟ چی باید کرد؟ اول خب ما باید اتکا با خود بکنیم. جوانای افغانستان در هر نقطه دنیا هستند، چه در داخل چه در خارج، یک نیروی بسیار زیاد جوان متخصص جوان در دنیا افغانها دارند. یا برای هموطنهای خود پول جمع کنند، استقامت بتن، کار بتن. یک بخش. دوم، دولت امارات اسلامی باید تلاش همه جانبه بکنند برای رضای مردم خود، رضای خدا، کمکهای خود را بخر بدن. اگر ما منتظر مؤسسات خارجی بین المللی شیم، ببینیم امیال افتوار 40 میلیون 30 میلیون دلار برای افغانستان برای کمک های مردم میایه، ولی اکثریت از این پول ها توسط مؤسسات خارجی عیف میل میشه برای کرای موترش، کرای تیارهش، کرای هتلش، یعنی مصرف یک 30% برای مردم بی بضاعت توزیع میکنه. این مؤسسات مثل موریانه وری در جان از این مؤسسات همین پول های مؤسسات این را میخورن. بنابراین اعتکا با خود، اعتکا با خدای خود داشته باشیم. خداوند مهربان است، مشکلات ما و شما حل میشه. بسیار کشورهای دنیا در این شرایط سخت قرار گرفتن، آزمون خود پوره کردن، موفقانه به در آمد. بسیار زیاد تشکر میکنم آقای حسن که در برنامه با ما اشتراک کردین. سلامت باشین و به همدی ترتیب سلطه سدرانوت خان یوانری منان.